جوانان عزیز، پروردگار عالم از باب مهر و لطف و احسان و رحمت و مغفرت فرصت‌های بسیار بسیار عظیمی در اختیار همه قرار داده. یه فرصت ده شب ذی‌الحجه است، یک فرصت طبق بعضی از روایات دهه عاشورا، یک فرصت ماه مبارک رمضان و یک فرصت بسیار قابل توجه ماه رجب که از ماه رجب تعبیر شده به عصب، یعنی ماهی که رحمت پروردگار بی دریغ ریزش داره. در این ماه بهترین فرصت برای عبادت، برای ترک حرام، برای ترک گناه، برای توبه واقعی به پیشگاه خداوند مهربانه. فرصت در ماه با عظمت رجب بسیار کمه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند اولیاء خدا این گونه فرصتی که خدا در اختیارشون قرار میده غنیمت میدونن. صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. صمت یعنی سکوت از حرفای بی ربط، جوع یعنی کمخوری، سحر یعنی حداقل نیم ساعت به اذان صبح بیدار شدن و 11 رکعت نماز شب خوندن، عزلت یعنی کنارگیری از کسانی که در گناه کردن انسان رو حرکت میدن، ذکر به دوام یعنی همواره شبانه روز قلباً یاد خدا بودن و خدا رو مراقب و مواظب خود دانستن و اینکه من در دیدگاه پروردگارم، برای او غیبتی وجود نداره، او مشرف به هر انسانی و به هر موجودی در این عالم. این پنج برنامه رو اگه انسان در زندگیش درس قرار بده ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. واقعا جوونا این ماه ماه عشقبازیه با معشوق، ماه رجبه، در خونش بازه بازه، بیاین باهاش رفاقت کنیم. رسیدن به خدا 50 سال وقت نمیخواد، یه لحظه دلتو پاک کن پیداش میکنی. گم شده ماییم، اون پیدای پیداست. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده این هفته که پیدا کنم تو را. ماه رجب خیلی با ارزشه، واقعا حاجت تو از خدا بگی. تو این ما مشکلات خودت و مشکلات مسلمونا رو، مشکلات شیعه رو حلش کن. بچه ها تو این ما خیلی دعا کنین، باهاش حرف بزنین. اگه تو این ما دلت شکست نگات میکنه، آتش به جهانی زنه در سوخت جانی، بر دامن معبود زند دست دعا را. پیغمبر می‌فرماید تو این ماهی که رحمت خدا سرازیر میشه، ماه ولادت مولا علیه. در این ماه به حرمت علی خیلی ها رو دستگیری میکنه. امشب شب شهادت پدر بزرگ امام زمونمونه. امشب به امام هادی و حضرت زهرا قسم بده، بگو بهش امشب نگاهت کنه. چی میشه اگه امشب امام زمون نگاه میکنه؟ چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر نظر تو به من کنی همه درد من تو دوا کنی. نگاهمون کن، از خدا بخوا رامون بده، از خدا بخوا همه مشکلاتمون رو حل کنه، از خدا بخوا ما رو امضا کنه، ردمون نکنه.